سلام به شما، به خبر 8 بامداد خوش آمدید. دولت در صدد تحقق ایجاد 1 میلیون شغل تا پایان سال با 9 مصوبه در نشست شورای عالی اشتغال. مأموریت ویژه رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای اشتغال جوانان تحصیل کرده و زنان سرپرست خانوار. اولویت اجرای الگوی کشت در 17 استان و تعیین ناظر ملی بر حسن اجرای آن. سامانه‌ای برای نظارت بر اجرای مناسب طرح الگوی کشت راه اندازی می شود. و بارش باران در بخش‌هایی از شمال غرب و غرب سواحل خزر. سامانه جدید بارشی فردا از شمال غرب وارد کشور می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. با مشروع خبرهای این ساعت ما را همراهی بفرمایید. مأموریت ویژه رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای اشتغال جوانان تحصیل کرده و زنان سرپرست خانوار. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی اشتغال سهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و نظارت ویژه بر نحوه مصرف تسهیلات در جهت ایجاد اشتغال را خواستار شد. رئیس جمهور همچنین استانداران را مکلف کرد با تشکیل شورای اشتغال در استانها شخصاً امور مربوط به ایجاد اشتغال را پیگیری کنند. آقای رئیسی، ایجاد سالانه 1 میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و گفت برای جبران عقب ماندگی هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه باشد. پس از این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق وعده دولت برای ایجاد 1 میلیون فرصت شغلی تا پایان سال خبر داد. آقای مرتضوی گفت با اقدامات انجام شده پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال بیش از آنچه وعده داده شده فرصت شغلی ایجاد شود. با توجه به هدف گذاری که انجام شده است، بالغ بر 50% از فرصت‌های شغلی در مدت 6 ماهه گذشته در سطح کشور ایجاد شده است، ثبت شده است و خوشبختانه هدف گذاری شده است که وعده دولت انشالله محقق بشود. هم 1 میلیون فرصت شغلی که آقای رئیس جمهور قول دادن، من فکر میکنم که بالغ بر اون 1 میلیون فرصت شغلی تا پایان سال انشالله ایجاد خواهد شد. 148,000 مجوز در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که مهلت قانونی دستگاه ها برای صدور مجوز آنها به پایان رسیده. به گفته وزیر اقتصاد، طبق قانون وزارت اقتصاد رأساً برای این موارد 3 روزه مجوز صادر می کند. قانون هم این حق رو داده است که درگاه ملی مجوزها اگر اونها خواستن مردم رو معطل کنن، رأساً بتونه مجوز کسب و کار رو برای مردم صادر کنه. ما تا امروز از این ظرفیت استفاده نکرده بودیم که خود دستگاه ها بیان و پاسخگوی تمام مجوزهایی باشن که دارن به مردم صادر میکنن. اما از اونجایی که حق و حقوق تولید کنندگان و مردم برای ما در اولویت بالاتری است و دستگاه هایی که خودشون تخطی کردن، باید اونها پاسخگوی این باشن که چرا مردم و اهالی کسب و کار رو نگه داشتن، حتما بنا داریم که از این ظرفیت قانونی استفاده بکنیم. و درخواست من این است که فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه هم کمک بکنند به اینکه این گام بزرگ که در تاریخ صدور مجوزهای کشور بی سابقه است، آقای آبدینی، که دستگاهی به خاطر اینکه خودش مجوز رو نداده به فعال اقتصادی، دولت بیاد و رأساً بگه من مجوز کسب و کار رو میدم و به اصطلاح جریمه بکنه خود مدیر دستگاه دولتی رو. به گفته آقای خاندوزی، تاکنون 114,384 مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. این 114,000 نفری که در طول بیش از 6 ماه گذشته بدون یک بار مراجعه به هیچ دستگاه دولتی، بدون یک برگ کاغذ و فرم پر کردن، ارسال کردن، هیچ رفت و آمدی، هیچ در واقع تاکسی، هیچ پشت صف موندنی، هیچ مواجهه مستقیم با یک مدیری که بگه که بالاخره از شما یه توقعاتی داریم که این کارو بکنید یا نکنید، ما الان موفق شدیم که با زحمتی که همه دستگاه‌های دولتی کشیدن برای 114,000 نفر از
این مجوز کسب و کار اونها رو صادر بکنیم. هفته استان در اولویت ویژه اجرای طرح الگوی کشت. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح الگوی کشت در تمام استان‌ها فراهم شده، اما هفته استان به صورت ویژه در اولویت اجرایی قرار دارند. اگه پنبه نیاز باشه پنبه میکاریم، اگه شولی نیاز باشه شولی میکاریم، اگه لوبیا نیاز باشه لوبیا میکاریم، همه چیز میکاریم. ما خودمون بالاخره جالیزی داشتیم دیگه، مزارع آزاد بشه از بحث جالیز یا هر زموزه کشتایی که واقعا هم آب بره، هم کارگر زیاد میبره، هم بهره اقتصادی نداره، هم ضایعات به شدت بالایی داره. پیش از این کشاورزان در نبود الگوی کشت بدون هیچ برنامه‌ای کشت می‌کردند که در خیلی از سال‌ها کشت بی‌رویه یه محصول اونها رو متضرر و در مابقی سال‌ها هم کاهش تولید مصرف کننده رو با گرانی مواجه می‌کرد. ما دائم دچار کمبود و بیش بودیم. معیشت کشاورزمون تو ایران مشکل داره. اصلا راهی غیر از اجرای الگوی کشت نداریم. نبود برنامه‌ریزی علاوه بر ضرر برای کشاورز و هدر رفته آب در کشت محصول پر آب بر، کشور رو در تأمین محصولات اساسی مثل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی به چالش می کشوند. اما حالا بعد از چند دهه و وعده های عمل نشده، بالاخره الگوی کشت هرچند با تأخیر اما ابلاغ شد. الگوی کشت زراعی رو در واقع تدوین کردیم برای کل کشور. محصولات اساسی مثل گندم، جو، یونجه، شلتوب، نخود، کلزا، دانه های روغنی، کلن ذرت علوفی برای پشتیبانی از تولید داممون، سیب زمینی، چغندر قند، پنبه، ذرت دانه‌ای، گوجه فرنگی، نیشکر، سویا و پیاز هستش. این 15 محصول 89% سطح زیر کشت کل محصولات زراعی رو در بر میگیره. بعد از ابلاغ این طرح بزرگ و حیاتی در کشاورزی، باید این الگو درست، کامل و در تمام استانها و شهرهای مختلف به اجرا در بیاد. همه ابزار کار برای اجرای الگوی کشت در استان سیستان و بلوچستان فراهم است. الگوی کشت محصولات زراعی برای محصولات اساسی ابلاغ شده. بر همین اساس هم در شورای کشاورزی استان خوزستان این موضوع در واقع بیان شده. شورای الگوی کشت در استان گلستان تشکیل داریم. ما از طریق رسانه‌های استان این موضوع الگوی کشت رو به کرات در اختیار و به سمع و نظر کشاورزان و بهره برداران عزیز رساندیم. با اصلاح الگوی کشت میشه محصولات جالیزی، پر آب بر، پر هزینه و کم درآمد رو به محصولات اساسی تبدیل کرد با کمک و همراهی جهاد کشاورزی که هم امنیت غذایی تامین بشه، هم درآمد کشاورز افزایش پیدا بکنه. ناظر ملی اجرای الگوی کشت تعیین شد. رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت سامانه‌ای برای نظارت بر اجرای مناسب طرح الگوی کشت راه اندازی خواهد شد. ما در حقیقت برای عملی شدن این سامانه‌ای رو تدارک دیدیم و این سامانه به اصطلاح خیلی زود فعالیت خودش را آغاز میکنه. البته باید عملیات اجرایی شروع بشه، بعد نظارت ما شروع بشه و ما با توجه به اینکه محتوای الگوی کشت توسط سازمان تاد تدوین شده بر اساس اون چارچوبای تدوینی، ما نظارت بر حسن اجرای کار رو در اون استانهایی که به عنوان پایلوت اجرا خواهد شد در حقیقت مبادرت میکنیم. یه تیم تقریباً 20 نفره را در مجموعه سازمان اتحاد تدارک دیدیم برای اجرای الگوی کشت. صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. هم اکنون که من با شما صحبت میکنم ساعت 8:09 دقیقه بامداد هست. میخواییم بپردازیم به وضعیت جوی کشور. طبق روال این بخش خبری با حضور کارشناس سازمان هواشناسی اینجا در استودیو، اما امروز آقای زرابی ما را همراهی میکنند. آقای زرابی
روز بخیر. بفرمایید از اوضاع و هوای کشور چه خبرهایی برامون دارید؟ صحبت میکردیم قبل از شروع خبرها، فرمودید که در نوار شمالی و شمال غرب کشور بارش داریم. از فلات مرکزی و نقاط دیگه چه خبرهایی برامون دارید؟ عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت بینندگان محترم. بله، امروز هم شرایط برای ابری شدن هوا و حتی رگبار رعد و برق در بخش‌هایی از آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، حتی استان گیلان مهیاست و حتی بخش‌هایی از مناطق شمالی زنجان و کردستان. سایر نقاط کشور جو آروم داره. منتها خب ما چون معمولاً هوا رو با بارش‌ها آغاز می‌کنیم، بدین معنا نیستش که سایر نقاط کشور بارندگی دارن. در منطقه‌ای هستیم که نیمه بیابانیه. خب خبر بارندگی برای اکثر مردم کشورمون خبر خوشایندیه، بخاطر این معمولا هم شرایط جوی رو با بارش ها آغاز میکنیم. آقای زرابی، خوشایند هست که ما الان در پاییز هستیم ولی هیچ خبری نیست، یعنی امروز 34 روز داره با امروز از پاییز عبور میکنیم، اما حداقل در تهران فکر میکنم فقط دو بار اونم خیلی کم ما بارش داشتیم، در نقاط دیگه هم که اصلا خبری نداشتیم. همین دارم عرض میکنم خدمتتون. بله. میگم چون شرایطمون، کشورمون، منطقمون، منطقه‌ای که در حالت نیمه بیابانی قرار داریم، توقع هموطنان هم پایین اومده. به خاطر همین چون بارندگی کمه، معمولا خبر خوب با خبر بارندگی‌ها رو میگیم. بله. هر چند میدونیم این بارش‌ها خیلی کمه و با توجه به اینکه ما از سنوات گذشته همچنان کمبود بارش رو داریم تجربه میکنیم بله، و به یدک میکشیم، هر سال پشت سر هم کمبود بارندگی داریم. بله. بنابراین وقتی اگر از بارش صحبت میکنیم به اون معنا نیستش که همه جای کشور بارندگی داره، به عنوان که یک خبر خوبیه که حالا یه بارش هایی رو داره رخ میده، اما هنوز همین بارش ها که عمده بارش های استان های ساحلی خزر در فصل پاییز رخ میده در مهر و آبان ماه، با این حال حتی استان های ساحلی خزر هم بارش هاشون نسبت به میانگین همین امسال، نسبت به میانگین بلند مدت 30 ساله کمتر از نرماله. این در حالی که حالا سایر نقاط کشور که اصلا بارندگی قابل توجهی از سالهای گذشته نداشته و امسال هم فعلا بارندگی در اکثر نقاط رخ نداده. بله. و اما وزش باد هم پدیده غالبیه که شرق کشورمون و شمال شرق و شرق و تحت تاثیر خودش امروز قرار میده. خراسان شمالی، خراسان رضوی، حتی بخشهایی از مناطق شمالی خراسان جنوبی، بخشهایی از استان سمنان، در دامنهای جنوبی البرز هم میشه به جنوب استان تهران، بخشی از استانهای قم و مرکزه اشاره کرد که پدیده غالب در این مناطق خواهد بود. امروز آبهای دریای خزر مواج و متلاطمه. فردا یه موجی از شمال غرب کشورمون عبور میکنه. روز جمعه قدری تقویت میشه برای استانهای ساحلی خزر، باشه قدری گسترده تر خواهد شد. خیلی ممنون از توضیحاتتون. روز بخیر. از ابتدای آذر صادرات 4 محصول گلخانه‌ای خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای و بادمجان بدون رمزین پاس یا همان QR کد ممنوع است. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت از این به بعد هر محصول کشاورزی با منشأ صادراتی و وارداتی باید رمزین پاس یا QR کد گرفته و در سامانه مجوزهای الکترونیک کشاورزی سماک ثبت نام و راستی آزمایی شود. آقای علایی مقدم گفت شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی مشکل صادرات را حل می کند. قیمت مصوب مرغ تغییر کرد. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، در راستای حفظ و تداوم تولید و با ابلاغ ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب مرغ با افزایش 5% به 63,000 تومان رسید. این گلایه های مرغداران از افزایش هزینه های تولید. دان گران شده، همه چیز گران شده. به صورت پلکانی تا الان 3 مرحله 4 مرحله افزایش قیمت تمام شده مرغ واسه ما به وجود اومده. مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی هم میگوید برنامه های جوجه ریزی بر اساس انتظارات تغییر قیمت شکل گرفته. آمار جوجه ریزی گذشته، ماه گذشته یعنی مهر ماه، حدودا 114 میلیون قطعه بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدودا 20% ما افزایش داشتیم و به نسبت شهریور ماه هم که 98 میلیون قطعه بوده چیزی در حدود 16 میلیون قطعه ما افزایش تولید داشتیم که علتش هم این بوده که مرغداران اعتماد کرده بودن به این که ما افزایش قیمت مرغ رو و منطقی شدن قیمت مرغ رو از میرما خواهیم داشت. لزوم استمرار تولید به صورت پایدار برای حفظ امنیت غذایی کشور. اما معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت در راستای حفظ و تداوم تولید، قیمت مصوب مرغ از 59800 تومان تغییر یافته. نتیجه توسط ستاد محترم تنظیم بازار مبنی بر قیمت 63000 تومان ابلاغ و انشالله اجرا خواهد شد.
در این شرایط قیمت مرغ را ابتدا در میدان بهمن جویا شدیم. مرغ الان چند عرضه میکنیم؟ 61. الان شما 62 تومن. 62 میفروشیم الان. اینجا مرغ گرم 60 تومن عرضه میشه. ما الان توی میدان تربار بهمن قیمت مرغ گرفتیم، قیمت‌های متفاوتی بود برای مرغ گرم. 60 تومن بود، 61، 62 و میگن تا 63 میتونیم عرضه بکنیم. قیمت مسبب تربار چند هستش برای مرغ گرم؟ استثنا فقط همین میدانی که در واقع به صورت خرده فروشی بعضن دارن قیمت میدن تا 63000 تومان هست و در واقع زیر مجموعه ما در واقع به نوع اینجا محسوب نمیشن. اما میادین دیگه، میادین مراکز ارزی 300 گانه ما، اونها در واقع با قیمت 60600 تومان دارن عرضه میکنن. به چند میدان میوه و تره بار دیگر میرویم. چند میدیم؟ 60600. چند الان عرضه میکنیم؟ 60600. در سطح شهر هم قیمت ها متفاوت است. مرغ چند؟ 60 تومان. 62 تومان. مرغ 72 تومان. به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فروش فراتر از قیمت مسبب تخلف است و اگر شکایت مردمی در این راستا در سامانه 124 ثبت شود، پیگیری می شود. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. اطلاعات ابر بدهکاران بانکی با شفاف سازی اطلاعات گیرندگان تسهیلات کلان و مرتبط بانک ملی تکمیل شد. بانک مرکزی برای بروز رسانی اطلاعات ابر بدهکاران بانکی این اطلاعات را منتشر کرد. بانک ملی تنها بانکی بود که اطلاعات آن منتشر نشده بود. این اطلاعات باید به صورت فصلی منتشر شود. در این بروز رسانی بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات کلان 18 بانک و مؤسسه اعتباری و همچنین تسهیلات اشخاص مرتبط 22 بانک و مؤسسه اعتباری را تا پایان شهریور بروز رسانی کرد. بر اساس قانون بودجه 1401 دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف بودند تا پایان شهریور به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت بپیوندند. پس از آن رئیس جمهور مهلت یک ماهه‌ای داد تا 38 دستگاه که در این زمینه کوتاهی داشتند به وظیفه قانونی خود عمل کنند و این مهلت نیز به پایان رسید. 8 بانک دولتی از زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل نکردند. چقدر از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده میکنید؟ زیاد. از کدوم یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده میکنید؟ من بیشتر خریدهای اینترنتی، جابجایی وجوه در حد حالا محدودیتی که وجود دارد و کارت به کارت. بانک ها یکی از سازمان هایی هستند که روزانه افراد زیادی برای انجام امور خود به آنها مراجعه می کنند. شما قبلا میخواستی یه قبض آب و برق پرداخت کنی، باید ساعت ها پشت در بانک میمونی. داخل خونه راحت اینترنتی کارت انجام میدی. بر اساس قانون بودجه نهادهای دولتی موظف بودند تا 1/3 از خدمات پرکاربرد خود را تا پایان شهریور ماه در یک پنجره واحد هوشمند ارائه دهند. مهلتی که رئیس جمهور یک ماه تمدید کرد و اول آبان ماه به پایان رسید. وزرا میخوام در رابطه با مسئله شکل دادن سامانه هایی که الان وجود داره اما با هم لینک نیست، باید با هم ارتباط برقرار کنه تا اون سامانه ها بتونه با هم فعالیت بکنه. در این میان بانک های دولتی هم با توجه به خدماتی که به مشتریان ارائه می کنن باید به این پنجره واحد متصل می شدن، اتفاقی که تاکنون عملیاتی نشده است. بر اساس نامه ای که از سمت وزارت ارتباطات برای وزارت اقتصاد در واقع ارسال شده بود، فهرست بانک ها تو جز تکالیف وزارت اقتصاد گنجونه نشده بود، یعنی عملا مستقیم مجموعه وزارت ارتباطات با خود بانک ها ارتباط گرفته بود. نهایتا با توافق مجددی که صورت گرفت به نظر میرسه که این توافق شاید زودتر بتونه عملیاتی کنه. پست بانک اما به عنوان اولین بانک دولتی اقدامات اولیه را برای پیوستن به این پنجره واحد انجام داده است. با توافقی که با وزارت ارتباط صورت گرفت رو پست بانک عملیاتو در واقع به نتیجه برسونیم، کار عمل شروع کرده و در حال تستای نهایی هستش. همچنین آقای تقوای نجیب وعده داده در صورتی که پیوستن پست بانک به پنجره واحد موفقیت آمیز باشد، در مهلت قانونی تعیین شده یعنی تا پایان دی ماه تمام 7 بانک باقی مانده هم به این پنجره متصل خواهند شد. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما. دبیرخانه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گزارش داده از مجموع 1829 دستگاه فعال در این سامانه 445 دستگاه به همه درخواست‌های شهروندان پاسخ دادند.
مجموع درخواست های ثبت شده برای این دستگاه ها 8% کل درخواست ها را در سامانه شامل می شود. طبق قانون هر شخص ایرانی حق دارد به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشد و می تواند از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست خود را ثبت کند. سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه که در سال 96 رسما کار خود را آغاز کرد. همه مردم میتونن درخواست اطلاعات عمومی از دستگاه‌های کشور و مؤسسات عمومی داشته باشن. فهرست کاملی از این دستگاه‌های مشمول، مؤسساتی که مشمول این قانون میشن در خود سامانه قرار گرفت. مردم میتونن به صورت رایگان در تمام کل شبانه روز به این دستگاه، به این سامانه مراجعه بکنن. بر اساس قانون دستگاه‌های مربوطه موظف به پاسخگویی اطلاعات مورد نیاز شهروندان هستند. در حال حاضر تقریبا 51,000 نفر در این سامانه ثبت نام کردند. از این 51,000 نفر 5,000 نفر درخواست اطلاعات کردند. از آغاز به کار این سامانه بیش از 1800 دستگاه در سامانه وجود دارند که 75% دستگاه ها و ارگان ها فعال هستند. در اینجا مشخص میکنه که اینها هنوز بعد از گذشت چند سال فعالیتشون در سامانه شروع نشده. دستگاهی هستن که به لحاظ مقررات قوانین با دستگاه دیگه فرق میکنن. ما در بخشای دیگه سامانه بخش گزارش رو داریم که در این بخش پاسخگوی دستگاه هاست و به صورت آماری میتونیم ببینیم که وضعیت دستگاه در چه وضعیت به لحاظ پاسخگویی قرار داره. بیشترین فعالیت های مرتبط بر اجرای قانون بر عهده دبیرخانه کمیسیون و خود کمیسیون است. همونطور که میبینید درخواست اطلاعات ما از سازمان مالیاتی و سازمان مناطق آزاد در موعد مقرر پاسخ داده شده. حالا اگر شهروندان موفق به دریافت اطلاعات نشدند چه کار کنند؟ اگر درخواست اطلاعات کردن پاسخ نگرفتن، سامانه مشخص میکنه که چه دستگاهی پاسخ نداده و پیگیری میکنه. ولی علی رغم این ممکنه که خب به علت تعدد دستگاه و تعدد درخواست‌ها حجم زیادی از درخواست‌ها اینجا انباشته بشه و شاید دبیرخانه به صورت متمرکز نتونه پیگیری بکنه. ولی دستگاه موظفه که این قانون رو و پاسخگویی رو در مهلت مقرر انجام بده. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما. همکاری مرکز توانبخشی هلال احمر با شرکت‌های دانش بنیان. به گفته معاون بهداشت و درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، از امروز 4 دستگاه ساخت شرکت‌های دانش بنیان در این مرکز برای درمان و توانبخشی افراد نیازمند آغاز به کار کرد. اینجا مرکز جامعه خدمات توانبخشی جمعیت هلال احمره. اراده کن که بزنی. اراده کن. من مشکل زایه نخاعی داشتم. بعد از 4 ماهی که اومدم خیلی پیشرفتم خوب بوده. در این مرکز جامعه 12 خدمت از جمله فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، توانبخشی بیماری‌های مغز و اعصاب، پروتز و اورتز ارائه میشه. یه ارزیابی اولیه صورت میگیره، ناتوانی‌هاش مشخص میشه و بر اساس اون ناتوانی‌هاش یه برنامه درمانی نوشته میشه. در این مرکز خدمات توریست درمانی هم انجام میشه. من از شهر ناصریه عراق اومدم. خدا رو شکر از درمان تو اینجا خیلی راضیم. از عراق، دبی، قطر، عمان مریض داشتیم. جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا چند وقتیه با شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تهیه تجهیزات توانبخشی وارد همکاری شده. یک سری از سیستم‌های بایوفیدبک مبتنی بر انقباضات عضلانی و مبتنی بر نیروسنجی رو توسعه دادیم. دستگاهی که مشاهده می‌کنید برای اولین بار در ایران بومی‌سازی شده به اسم مگنت های تسلا. این دست ما الکتریکه، با حرکت مثلا مایچه باز و بسته میشه. از نظر باتری ما ظرفیتمون 2 یا 3 برابر بیشتر از باتری های رایجی هست که اون دستا دارن استفاده میکنن. هلال احمر در حال حاضر با 8 شرکت دانش بنیان برای تولید تجهیزات توانبخشی کارآمد قرارداد بسته. با توجه به نیازهای ویژه‌ای که در زمینه حالا بیشتر آسیب‌های نخاعی و بیماران سکته مغزی داشتیم، ما تونستیم حالا و البته قطع عضو، بیماران قطع عضو تونستیم تا شاید بالغ بر 40% از نیازهامون رو با حمایت این شرکت‌ها پوشش بدیم. بیماری من یه بیماری خود ایمنیه، یعنی در واقع
مغز دستور حرکت بدن رو به راحتی مخابره نمی‌کنه. یکی از دستگاهایی که واسه شرکت دانش بنیانه روی انگشتای من داشتن کار می‌کردن خیلی برای دستم خیلی خوبه. سمت راست بدنش فلج بود. الان میتونه پاشو دستشو تکون بده. مرکز جامعه خدمات توانبخش جمعیت هلال احمر از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر آماده ارائه خدمات به مراجع کنندگانه. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما. پیکر جانباز شهید فیروز میرزا نژاد در تهران تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش استان خوزستان منتقل شد. شهید میرزا نژاد سال 61 در عملیات رمضان دچار عارضه نخاعی شد. روی شیشه زده بودند جسم بیجان یک ملافه، این برباری کرد آخر روسپیدش. امشب خلاصه مختصر اخبار گوید پیوست جانبازی به یاران شهیدش. از جانبازان بسیار خوب با اخلاق مهربون، اسوه صبر و پایداری و استقامت و رشادت بودن ایشون. جانباز شهید فیروز میرزا نژاد به قافله شهدا پیوست. آقای میرزا نژاد از جانبازای قدیمی هستش که سال الله واقعا از بچه های جانباز بود که تو قربت به شهادت رسید و جانباز بود که خیلی تو زندگی سختی های زیادی تحمل کرد. همش میام از شکر خدا میکرد سلامتی همه میدونید. هیچ توقعی هم نداشت، هیچ چی ازم نمیخواست. مردی از قوم بختیاری که بعد از 40 سال تحمل درد و رنج جانبازی روی از عالم خاکی برکشید. ما اصالتا بختیاری هستیم، بعد جنوبی هستیم. هیچ موقع پشیمون نبود، هیچ موقع از این گله نکرد، سر بلند بود شهید شد. واقعا داداش من خیلی سختی کشید، خیلی خیلی سختی کشید. بچه ها میدونن داستانو شاید نشدیدین، اما خیلی صبور بود. به هر حال یه سربازی بود برای این نظام، برای این جمهوری اسلامی. شهید میرزا نژاد سال 61 در عملیات رمضان در اثر اصابت ترکش مجروح و جانباز قطع نخاع و 40 سال ویلچر نشین شد. علی محقق، خبرگزاری صدا و سیما.